آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد از شروع تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 1,500,000 نفر از آن کشور فرار کردند. سازمان بهداشت جهانی نیز از چندین حمله به مراکز مراقبت‌های بهداشتی در اوکراین خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش سارا دماوندان. پس از 10 روز از تهاجم روسیه به اوکراین، آژانس پناهندگان ملل روز یکشنبه از یک بحران بزرگ در اروپا خبر داد و گفت که در طی این مدت بیش از 1,500,000 نفر خاک اوکراین را ترک کردند و به کشورهای اطراف پناهنده شدند. به گفته فیلیپو گراندی، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان، خروج بی سابقه این تعداد از جنگ زدگان را می توان به عنوان سریع ترین بحران پناهجویی اروپا از زمان آغاز جنگ جهانی دوم نام برد. در حال حاضر کشور لهستان با پذیرش بیش از 900,000 پناهجوی اوکراینی بیشترین آمار پذیرش رو بین کشورهای هممرز با اوکراین داره. کشورهای دیگری چون مجارستان، رومانی و اسلوواکی نیز در حال پذیرش زنان و کودکان جنگ زده اوکراینی هستند. آلمان نیز بدون در نظر گرفتن ملیت پناهندگان اوکراینی را میپذیره. نانسی فایزر وزیر کشور گفت که ملیت نقشی در تصمیم آلمان برای میزبانی از پناهجویان فراری از جنگ در اوکراین ایفا نخواهد کرد. همزمان با افزایش شمار پناهجویان اوکراینی در پی حمله روسیه به این کشور، سازمان بهداشت جهانی نیز از چندین حمله به کارکنان و مراکز مراقبت‌های بهداشتی خبر داد. رئیس سازمان بهداشت جهانی در توییتی با تایید این مسئله نوشت که تهاجم به مراکز درمانی و کارکنان نقض حقوق بشر و بی‌طرفی است و با قوانین بین المللی بشر دوستانه ضدیت دارد. پیشتر نیز نماینده دائمی اوکراین در سازمان ملل نسبت به حمله روسیه به مراکز درمانی و مهد کودک‌ها هشدار داده و از آن به عنوان جنایت جنگی نام برده بود. سارا دماوندان، صدای آمریکا، هانوفر آلمان.